سلام به همه شما بینندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت و رو به راه باشید. و روی پی سی نمرات بدی نگرفته بازی، ولی محیط بازی خیلی جالبه و خیلی هم به قول معروف یه ذره میخواین تمدد اعصاب کنید، بد نیست. صدا قورباغه میده. ای لعنت، سرعتمون کم بود که از اونجا رجمون رو بگیریم. سلام به همه شما بینندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت و رو به راه باشید و میشین اینجوری و شاد باشید به دور از مریضی و اینا. در خدمتتون هستیم با یک گیم پلی، نیم ساعت گیم پلی دیگه از بازی اگزو وان. بازی سال 2021 برای ویندوز و ایکس باکس و ایکس باکس وان و سری ایکس اینا عرضه شده و تقریبا 3-4 هفته پیش برای PS5 و PS4 هم عرضه شد. ما درخواست کد دادیم، بهمون کد دادن که روی PS5 یه بررسی داشته باشیم. عذرخواهی میکنم و همین دیگه، فعلا بازی رو گرفتیم روی PlayStation 5 و میخواییم که یه بررسی داشته باشیم. نمرات روی پی سی نمرات بدی نگرفته بازی، ولی وقتی میری میبینی که مثلا به قول معروف چه کسایی ریویو دادن براش و چه کسایی بررسیش کردن، سایت خیلی گردن کلوفتی نمیبینی بررسیش کرده باشه و نمره داده باشه. مثلا پولیگون بهش نمره نداده یا یورو گیمر بهش نمره نداده. و اونایی هم که نمره دادن، خب سایت هایی هم که اکثرا سایت های خیلی گردن کلوف نیستن، بعضیشون خوبن ولی خب بدک نیست نمرش. حالا با این چیزی که ما داریم ببینیم روی پی سی متا اسکورش 81 و به قول معروف روی ایکس باکس و به قول معروف روی ایکس باکس سری ایکس و اینا، روی ایکس باکس سری ایکس متاش 77 از 6 تا از 8 تا نقد و بد نیست، خیلی چیز نیستش. دیگه براتون میگم روی پلی استیشن هم نه 5 نه 4 هنوز متای برای ثبت نشده. 4 تا 3 تا روی پلی استیشن 5 داره، یه 84 یه 80. به طور کل بازی میگم تریپل ای نیست، یه بازی معمولیه و خب به قول معروف یه سری از سایتایی هم که کد گرفتن نقدش کردن و نمراتش بدک نیست. بازی ایندیه، یه گروه استرالیایی ساختنه. بس من خودمو بفرستم اون گوشه اون پایین و الان بدهش دیگه. بریم با هم دیگه ببینیم. من قبلش هان داشتم میگفتم یه گروه استرالیایی ساختنش، 3-4 نفری ساختنش در واقع، و دیگه براتون بگم تو کیک استارتر هم فاند شده بوده همون سالا. من یه ذره بازی کردم، بدک نیست. گیم بریم از اول. آره آقا برو. داستانم داستان اینه که شما با یک سفینه‌ای که مال فضایی هاست، به قول معروف مال ایلین هاست، توی یه سری سیاراتی که وجود ندارن، ستاره و سیاراتی که وجود ندارن، شما میگردی تا به هدف برسی. داستان پیچیده‌ای هم نداره ولی الان اسکیپ میکنم. الان بدک نیست، بازی به طور کل بد نیست، خیلی ساده است. و این اسمایی هم که میبینید مثلا
بعد خودم رو فکر میکنم حتی از این کوچکتر هم بون مایم بازا من نبینین اتفاق نمید. آره سه تا حالت حرکتی هم بیشتر نداره به قول معروف. حالا زدم رفت بزنیم بیاد صفیه. تو بازی ما باید برسیم به اونجا، به اونجا که برسیم اون نورکجه تلپورت میکنیم به تلپورت که نه یعنی میریم به یه من یه سیاره دیگه. اینم این سفینه ماست، اینه ایشونه. برو پایین. میگه که بیا میبینی یه آردو الان بدم، میگه هر جا که گرویتی رو به پایین باشه برو، هر جا که دوباره سر بالایی سر پایینیه ول کن. آ دوباره شارژ دست هم رو تموم میشه. بعد الدور هم که میبینی الدور هم که میبینی گلاید میکنه اینجوری، ولی خب انرژیش تموم میشه، گلایدش دائم نمیمونه. مثلا الان دوست آردوری که نگه میداری دوست داره بره سر پایینی، الان میبینی بس خودش این میکرد چرا اون بر سر پایین، باید ویل کنی. دو پرش هم داره. محیط بازی خیلی جالبه و خیلی هم به قول معروف انرژیم تموم شد. این ابرای رادیو اکتیویتی سیارات که هستیم میتونیم به قول معروف شارژمون رو پر کنیم. یا کن لای ابرا گلایت که میکنم شارژ میگیره. راستشو بخواید از این بازی هاست که مثلا باید حوصله داشته باشی برای چیز دیگه، برای یه ذره تمدد اعصابه. آه دوباره قدرت گرفتم. تو این ابرا که میای این ابرا چون بار الکتریکی دارن شارژ اینو پر میکنن و اینا گلایت میکنی شارژش تموم میشه. ببینید نیا که آه الان دوباره تو ابر شارژش پر شد. زمین برید، میتونید توی هوا پرواز کنید. یه جوری باید خودتون رو به مقصد برسونید دیگه. میخواین تمدد اعصاب کنید بد نیست. راست شو بخواین بعد بریم به سمت اون نور. اللهم کل نور اینه والا. سه تا سیارش رو رفتم، محیط های جالبی داره، اصلا محیط های عجیبی داره. یه اون یه سیاره بعد اسماشون هم اسمای سیاره هم خیلی جالبه. دایف یه دایف کن، ولی دایف مال مثلا یه سیاره است چیز داره آبه، پر آبه، اینجا باید دایف کن بری زیر آب. فقط اینجا داره آموزش میده. لایت
40 کیلومتر تا اون نوره که میبینی مونده. حالا تو این 40 کیلومتر میتونی بگردی، میتونی جای مختلف سیاره رو ببینی، ولی باید بری به سمت اون دیگه. کلا میتونی حالا رو زمین باشی، میتونی پرواز کنی، یه جور یه بازی آرامش بخشه بیشتر با یه موسیقی خیلی جذاب. الدو زبدر هم که میگیری میره سمت ما داریم 5 تستش میکنیم. من محیطشو دیدیم دیگه چی دست چرمشو موسیقی بازی هم بدک نیست. سفینه است، یه سفینه مال عینی هست. باید ببینی که دنبال چه سبکی از بازی هستی. مثلا ساکت شدم ببخشید، وقتی موسیقیش قشنگه اون برای چی بادم یه جور تخلیه برای تخلیه روحی روانی بازی جالبیه. مثل آرامش مطلق. حالا یه سری محیط هم داره، مثلا سیاره دومی که میری توش یه محیط خوف و خفنی داره، ولی با این حال بازم وقتی مثلا پرواز میکنی سفینه میره روی ابرا 20 کیلومتر میره روی ابرا و لای اونا پرواز میکنی، حسی که میره این بالای ابرا، این سازنده خیلی خوب تونسته این حس رو منتقل کنه. چه لذتی داره که جالبه، این چیزاش جالبه واقعا. سیاره هایی که توش هست، اونجایی که من خوندم سیاره های خیالیه، حالا یا هر کدوم به یه به قول معروف
سیاره این قیافه سفینه رو میگم، داشتم میگفتم هر کدوم سفینه هایی که تو این هست چیز سیاره هایی که تو این هست سیاره خیالیه، ولی خب بعضی اسم ها مثلا محله دومش اسمش حالا میبینیمش نزدیکیم به این محله اول رد کنیم، سیاره که تو محله دومش هست ای بابا سیاره که خورشید دختره، خیلی جاها مثلا فکر کنم اسپانیا خورشید ما میگیم خورشید خانم، اسپانیایی ها مثلا میگن اگه اشتباه نکنم خورشید و مرد میدونن، مثلا اسم سیاره دوم اسمی که توی سری از میتولوژی ها میگن که این سیاره خورشید به قول معروف زن بوده دختر بوده و به یه دلایلی پسر شد و این حرفا، اسمایی هم که گذاشتن اسم اصلا همینجور الکی نذاشتن براش فکر کردن. بازیش هم پر از نور و این چیزاست دیگه، اگر که مشکل اپیلپسی دارین یا مثلا به نور حساسیت دارین که چون بازی مشکل دارین اینا ترجیحاً مراقب باشین سردرد نگیرین. صدای قورباغه میده
بریم اونو بگیریم اول، بعد بریم به سمت نور. حالا مثلا اینجا گیر بیفتی اون پایین یه پوستی ازت کن برو داخل این پایین. این رو هم گرفتی. اون پایین که بیفتی قشنگ پوستت کنده است، ولی میتونی بری اون بالا قورباغه. باقاش بی جون شد. ترسناک نیست بازی ها، محیطش اینجوریه، فکر نکنید ترسناکه، یه جور بازی آرامش بخش، یه جور بازی از ریلکسیشن دیگه، برای موقعی که میخواین چیل کنید ریلکسی بکنید، مثلا دیگه خسته شده از کشت و کشتار و جر و جر کردن و بد نیست. این بازی هم باید ساخته بشه دیگه. رابطه کجا هست؟ سمت کجا شیب داریم؟ زمین صاف شاغول زدن حتی رو کف زمین گلال. سرعت نگیر بلا تو ابرهای چینگول میره بالای ابر، اصلا کیف میکنه. یادم اون موقع فیلم ماتریکس 3 میفتم که رفتش آخرش نئو رفتش که با مشورت چیز مذاکره کنه با رئیس ربات ها که این ویروس که اومده تو نمیتونی از بینش ببری، ولی من میتونم، جنگو تموم کن من این ویروس رو از بین ببرم. یه لحظه میره بالای ابرا و ترینیتی و خود نئو که کور شده فقط درک میکنه، ولی ترینیتی مثلا خورشیدو میبینه. اینا خورشیدو ندیده بودن هیچ وقت، که سال هاست خورشید بالای ابرایی که خود آدما فرستاده بودن که نور به زمین نرسه، مثلا خورشیدو میبینه یه پشمش میریزه. این هم مثل اونه، بالای ابرا که میری یه لذتی باحالی داره که مثلا چقدر بالایی. کلا این حس پروازه، این که میتونی پرواز کنی و
از بالاتر دنیا رو نگاه میکنی، همه چی کوچیک میشه و میفهمی چقدر همه چی کوچیکه. حتی تخیلش و تصورش تو بازی هم جذابه. این همیشه بوده برای انسان، همیشه هم خواهد بود. داریم میرسیم به اونجا. یه نوری دیدم حاجی. حاجی بریم پایین. حاجی مشتری بود. الان این رد نشد. عکس مشتری یهو چیز کرد. چند دقیقه از این بازی بود؟ 24 دقیقه است. میبینی نه تنش داره نه چیز. آروم اسمش میره. راحت ریلکس. اینقدر ریلکس من با حرف بزنم سرش رو درد نگیرم. جالبه اینکه بحث اینکه مثلا یه نفر میاد فکر به فکرش میرسه که یه همچین چیزی بسازه خیلی جالبه. بیاد مثلا اینجوری نمایش بده اون حس رو. شلیک بشدم. نون کژوال آبجکت دیتکتد. گوشیم زنگ خورده دارم میرم واسه اون فرق. داره با میشه که بریم یه بود دیگه، بریم یه فضای دیگه. یه لحظه یه ثانیه جوپیتر بودایه الان من 28 دقیقه است. 28-9 دقیقه است. رفتیم به محله دیگه و دیگه براتون بگم که آره کویرینیوس دو باز جالبیه. میدونید الان باید بریم اون سمت. نوره رو میبینید. نان کژوال آبجکت ری اکوایر ریتریوالتی. بله اینجا باد میاد. میبینید سیاره بادیه. بالا اون نان کژوال خیلی محیط های جالبی داره. واقعا جالبه.
سرعت گرفتن بعد هر چه که شیوه حال میده. خودمونم میبینید سرعت میگیره اینجا که میرسه میزنه. سادگی هم چرا نمی‌سازن؟ خیلی ساده است اینا ساخته. یونیتی ساخته همه تو یونیتی بلدین آرتو ببینین. حتما نباید به خدا بریم بازی مونده بسازیم آخه چی چیزه دیم. نمیدونم شاید من اشتباه کنم توقع من زیاده گیری هم بهتون نمیدن نه داستانش مشکل داره نه چیزی. گلایت کن چه بادی میاد توی این سیاره گلایدر من کنم بس باشه دیگه. سرعت خالص ای لعنتی سرعتمون کم بود که از اونجا رجیمونو بگیریم. میشه برگشت ها این چیزی نیست که نشه برگشت. میشه برگشتونو گیره ولی به هر حال خدمتتون عرض کنم که فکر کنم بس باشه برای نمایش این بازی که ببینیم چی هست. پیچیدگی خاصی نداره و خب همین یه سری چیزایی به قول معروف ساده است. بیشتر نمایش محیط دیگه نمایش محیطه و اینکه موسیقی و این چیز هست. فکر میکنم بس باشه و اون چیزی که ما میخواستیم در مورد این نشون بدیم فکر کنم بس باشه. نیم ساعت هم از بازی اگزوان رو دیدیم با هم. امیدوارم که لذت برده باشید و از این بازی هم خوب خوشتون اومده باشه. قیمتشو نمیدونم چقدر تو استور ندیدم چون ما کد گرفتیم ولی قول معروف اگه قیمتش ارزون باشه فکر کنم ارزش خرید داشته باشه. همین دیگه همتون رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. اینجا با می رفتیم بکنم اینجا رو ما تا بالا این تپه وای میسیم. حتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا یه نیم ساعت دیگه. امیدوارم موفق و شاد باشید و سالم و سلامت. خدا نگهدار.